بهرنگ تجمع به چه انگیزه‌ای برگزار شده و برگزار کنندگان به چه موضوعاتی اشاره میکنند؟ بله پیام، همونطور که خب همه میدونن امروز 11 سپتامبر هست. در سال 2011 در واقع 3000 نفر کشته شدن در این حملات تروریستی. باید اشاره بکنم که 24 نفر از کسانی که کشته شدن شهروند کانادا بودند. خب امروز ایرانیان مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کردند. دو هدف رو دارن دنبال میکنن، یکی این که خب بزرگداشت بگیرن برای اون 24 نفری که در این حادثه تروریستی کشته شدن، همینطور در واقع روی زمین و اطراف کنسولگری، ساختمان کنسولگری آمریکا در تورنتو دلارهایی رو چاپ کردن، اونها رو به رنگ قرمز آغشته کردن به عنوان اینکه اعتراض بکنن به پولهای بلوکه شده ای که آمریکا موافقت کرد به دست جمهوری اسلامی برسه. اونها معتقدن که این پولها خرج تروریسم خواهد شد و اتفاقاتی مثل 11 سپتامبر رو رقم میزنه. همینطور برگزار کنندگان این تجمع معتقدند که این پول‌ها صرف کشته شدن و سرکوب معترضان در خیابان‌های ایران میشه. من در کنار خودم هنرمندی رو دارم که پرفورمنسی رو دارن اینجا اجرا می‌کنن، خانم رستمی. ممنون از اینکه وقت خودتون رو به ما دادین. خانم رستمی، برامون توضیح بدید که شما الان دارین چه کاری رو انجام میدین و به چه انگیزه ای این طرح اومد توی ذهنتون و چه پیامی رو می‌خواید منتقل بکنید؟ درود بر شما. من وقتی خبری که بایدن قرار 6 میلیارد دلار رو به دولت خونخوار ایرانی، رژیم ایران در واقع بده، خیلی متاثر شدم و به این فکر کردم که بتونم یه پرفورمنس، یه اینستالیشن اعتراضی داشته باشم. این پول ها نمادی از 6 میلیون دلاریه که بایدن داره به دولت، رژیم ایران پرداخت میکنه، در صورتی که ما همه میدونیم که این پول ها صرف خرج کشتار جوانان ایرانی میشه و این پول ها پول ملت ایرانه، نه پول رژیم ایران. ممنون از شما خانم رستمی که وقت خودتون رو بله. یعنی جونشون رو از دست دادن هم نوشتم به یادشون این لباس رو درست کردم. بله ممنون از شما که وقت خودتون رو به ما دادین. بله خانم رستمی هنرمند ساکن تورنتو کانادا هستن. پیام، دقایق دیگه این تجمع شروع خواهد شد و تا ساعتها ادامه پیدا خواهد کرد. همینطور که به سمت تاریک شدن هوا هم میریم، اینجا در مقابل این پلاکی که اونجا نصب شده به یاد 24 نفری که 24 شهروند کانادایی که در حادثه 11 سپتامبر کشته شدن، اونجا قراره که شمع گذاشته بشه و یادی هم از اونها گرامی بدارن.